امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ایران از دیترویت با ماست. آقای معماریان، خیلی شرایط پیچیده به خصوص در ایالات متحده است. اینطور نیست برای که هم جامعه بسیار پویای یهودی داریم در آمریکا، هم جامعه بسیار فعال مسلمان و عرب داریم و دولت بایدن هم طبیعتا نمیخواد در یک موقعیتی قرار بگیره که هیچ کدوم رو آزرده بکنه. کاملا همینطور هست. مسئله اصلی این هستش که به هر حال اون چی داره اتفاق میفته مورد حمایت یه بخشهایی از حزب دموکرات که پیشرو هستن، یه بخش چپ حزب دموکرات هستن، یا کسانی که فعالان حقوق بشر هستن و کسانی که افرادی که از تشون برمیگرده کشور عربی و منطقه خاورمیانه مورد حمایت اونها نیست. اونها مسئله‌ای که مطرح میکنن این هستش که باید جون یک اسرائیلی به اندازه جون یک فلسطینی ارزش داشته باشه و در طی روزهای گذشته خواستار آتش بس شدن و خواستار این هستن که مثلا کمک‌های انسان دوستانه در مقیاسی که حداقل قبل از این جنگ بوده وارد غزه بشه و فکر میکنن این اقداماتی که آقای بایدن کرده، اظهار نظرهایی که کرده، سیاست چک سفید فرستادن اسلحه به اسرائیل، اینها در مجموع اینا بتونه که اینا صدمه میزنه به آقای این سیستم به وضعیت صدمه میزنه و وضعیت فلسطینیا رو خراب خواهد کرد و از این جهت منتقد آقای بایدن هستن. چقدر فکر میکنید که این میتونه به تنش‌های گسترده‌تری در داخل آمریکا هم منجر بشه؟ ببین، ما یه سال به انتخابات فاصله داریم، خیلی اتفاق ممکنه بیفته، ولی مسئله خیلی حساس هست چون ایالت‌های مثل میشیگان و اوهایو و ویرجینیا و حتی پنسیلوانیا و تکساس و اینها جمعیت مسلمان که دارن، مثلا در آمریکا 3 میلیون جمعیت مسلمان داره، ولی این 3 میلیون جمعیت ترکیب و پراکندگیشون خیلی مهم است. مثلا در میشیگان با 50 تا 100 هزار تا رای نفر برنده میتونه انتخاب بشه در انتخابات ریاست جمهوری. بنابراین مثلا اگر 50 هزار نفر مثلا در میشیگان رای ندن برای سفید بدن یا به هر حال شرکت نکنن در انتخابات، این میتونه که سرنوشت انتخابات در میشیگان تعیین بکنه. همونطور که شما بهتر میدونین در انتخابات آمریکا یه سری ایالت همین مشخص است که به آقای بایدن رای میدن، یه سری ایالت مشخص است که به آقای ترامپ رای میدن، آخرش میمونه 5 6 ایالت و این چند تا ایالتی که باقی میمونه دقیقاً همون ایالتی هستن که درشون متحد مسلمان تعیین کنن، میتونه تعیین کننده باشه، یعنی با 50 هزار تا 100 هزار تا رای تعیین کننده باشه. ولی البته یه سری از افراد هستن که عرب تبار هم هستن، مسلمان هم هستن، که میگن که در با همه شرایطی که آقای بایدن با همه تصمیماتی گرفته، ولی طرف مقابل کسی هستش که اگر بیاد، حتی مثلا دانشجوها رو خودشون گفتن که مثلا دانشجوهای مسلمان اخراج خواهند کرد و کسانی که منتقد سیاست آمریکا در مورد فلسطین اسرائیل باشن رو اخراج خواهند کرد و سیاست اونها بسیار سختگیرانه‌تر و در حد رادیکال‌تر هست. یعنی حتی در این شرایط بایدن هم این کار انتقاد آمیز رو از نگاه اون رو انجام میده، همچنان در مقایسه با کاندیدای حزب جمهوری خواه مثل دیسنتس و نیکی هیلی و خود ترامپ و اینها قابل مقایسه نیست. بنابراین اولا ما فاصله زیادی داریم، ولی خب بحث بسیار مهمی است. باید که در طی هفته‌های آینده جهت‌گیری این تحولات خاورمیانه و جنگ حماس و اسرائیل به کجا خواهد کشید. ممنونم از شما، امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت با ما.